برای بحث بیشتر در این مورد ساعتی پیش گفتگوی کوتاهی داشتم با محمد الهام، فعال رسانه از فرانکفورت آلمان، و از ایشان در مورد پیامدها و ابعاد فشار و محدودیت‌های تازه طالبان در مورد فقه جعفری و همچنین مسدود شدن تلویزیون تمدن پرسیدم. با هم پاسخ محمد الهام را بشنویم. همانطور که در بخشی از گزارش همکار شما هم اشاره شد، در طی 3 سال اخیر و پس از حاکمیت دوباره گروه طالبان در افغانستان، وضع محدودیت و اعمال فشار علیه شیعیان و هزاره ها در افغانستان صورت گرفته و متاسفانه فشارها در ابعاد گوناگونی هم بوده، از کوچ اجباری گرفته تا غصب زمین و دارایی ها و اموال شیعیان و هزاره ها. به تازگی جمع‌آوری کتب و مضامین مربوط فقه جعفری در استان بامیان هم که نمونه از تلاش طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و در ابعاد گوناگون دیگر علیه شیعیان محسوب میشه. تلاش طالبان برای توقف و مسدود نمودن رسانه به نام تمدن هم بخشی از تلاش های گروه طالبان برای مسدود سازی رسانه و وضع محدودیت و سانسور رسانه ها و آزادی بیان تلقی می شود. می دانیم که در گذشته و در اکنون رسانه های افغانستان و رسانه های آزاد افغانستان به عنوان چشم و گوش مردم عمل کرده و پل ارتباطی بوده، اما با مسدود سازی رسانه ها وضع محدودیت و وضع آزادی بیان و سانسور و خفه نمودن صدای مردم باعث از این میشه که هر گونه فجایع و وقایعی که در گوشه گوشه افغانستان اتفاق بیفته از چشم و دید مردم و جهانیان پنهان بماند.